به به، عجب هندونه ایه. کی میتونه بگه از کجا میشه فهمید یه هندونه خوبه یا بده؟ همینو بگین تمومه. باز شروع کردی بهروز؟ بابا من چند دفعه گفتم هندونه خوب چجوریه؟ هزار دفعه گفتی. بابا حالا خوبه، فقط شبا برای شما میگه. روزا تو تعمیگاه که کلاس آموزش هندونه شناسی گذاشته. خب آقا جون چه اشکالی داره؟ بگین هندونه خوب روش بزنیم، صدای طبل میده، تموم شد رفت. آیه بهروز خان، هندونه خوب صدای دهل میده، صد بار گفتم. آقا شما میخوای هر سری با من لج کنی داداش دیگه؟ من دارم با تو لج میکنم یا تو داری با من لج میکنی؟ آقا زر بس نکنید بابا جان، زر بس نکنید دیگه. آقا یه روز هنده بوده صدای تبلو میده، یه روز هم صدای دهلو میده، بچه؟ خب آقا جون من مطالعات علمی و گیاهشناسی دارم آقا غلام، از اون لحاظ میگم. اگه گیاهشناسی بلد بودی میدونستی که هندونه خوب صدای دهل میده. شما فقط با من لج کن. آره یه تبل دیگه. آه دکتر اومده. سلام. سلام دکتر. مگه هندونه خوب صدا؟ ول کن آقا، ول کن هندونه رو، من چیکار دارم؟ دیدی یه محل دارن راجع به این صحبت میکنن که دوز مال محله ما بوده یا نه، اون وقت شما نشستی؟ دوز چی؟ کدوم دوز؟ دوز نمیدونی شما ها؟ دوز طلا فروشی، طلا فروشی سر کوچه رو دوز زده. ای مال کوچه ما بوده؟ بله خانم. بله اینجوری که میگن گویا دوز مال همین محل بوده. الان مامورا اومدن دارن از همسایه‌ها پرسجو میکنن. جدی؟ آقا جان میدونی چی میگم؟ من میگم هر موقع اومدن اینجا با ما حرف بزنن فریدی بگین که چی؟ بگین که آقا تو محله ما دوز نبوده، دوز نداره، باشه؟ بابا جان برای چی باید بگیم؟ ما که مطمئن نیستیم دوز مال محله ما بوده یا نه، باید اطلاعات درست رو به مامور بدیم. بچه جون تو باز فضولی کردی تو کار بزرگترا. من بهت میگم چه بگو که تو محله ما دوز نداره، بگو باشه. باشه بابا باشه. حالا چی برده؟ هیچی، 50-60 تا سکه طلا. نه بابا، 17 تا سکه و 2 تا دستبند. شما کجا فهمیدی؟ کجا؟ من خودم صحبت طلا فروشی صحبت کردم، خودش به من گفت. خیلی خوب، تا چرا شما به ما نگفتی؟ شما بگه آقا جا پلیسی یا مأمور مخفی یا داروغه‌اید، مگه من به شما بگم؟ حرف میزنی یا خیلی فرمزی یا؟ خب اگه بدونیم بیشتر مواظبت میکنیم دیگه. بله سارا خانوم، شما خیالتون راحت باشه، من امشب فریدی یه قفل دیگه به در میزنم، چه چی آسوده آسوده بریم بخوابی، خیالتون راحت باشه. خب بابا جون شما اگه صبح به من گفته بودی من تا الان پیداش کرده بودم دزد رو، به منم هیچی نگفتی. نمیخوام تو برای من نقش پوهر رو بازی کنی. اگه راست میگی بیا برو این نسخه من رو بگیرد دار کنه. حرف میزدی ها بیا برای من خواهد پوهر رو بشه. یه چیزی که میشنوی خبردار میشه بده دیگه. بده ببینم چیزی نیستش قبیدی، هیچی نبودش، چیزی نبود. فولاد تو داره. چیزی دیدی؟ چیو؟ شما چی؟ چیزی دیدی؟ من و سارا ندیدیم. نه نه ما هم چیزی ندیدیم آخرش. خیلی ببخشید، خیلی عذر میخوام، ولی من یه چیزی مهتاش ما چی؟ چیزی ندیدیم، خیالت راحت باشه. هیچ چیزی ندیدی شما؟ نه زیر پای من هیچی ندیدید. نه نه خیلی خوب، من با اجازه بس برم چون کلی کار دارم. حبیدی شما هم بشینی اندبونه رو بخورید، اندبونه خوبیه، صدای دهل میده، باشه؟ باشه. آره باشه. برفتم. برو استراحت کن، برو. بابا این شربت معده تو داریم تو خونه دیگه، نیاز نمی بگیرم. بلش کن بذار بره آقا. بشکن. اونو بشکن، اندبونه رو بشکن. هیچی. یه دقیقه برو فولاد، من صحبت ده. برو دنبال داروهای بابا. باشه. باشه برو. مشکلی هستش برای من بگیم؟ نه. تونتر برو داروخونه میبنده. خدافظ. آقا دیدی؟ پنج تومانی بود؟ نه با سکه بود. سکه طلا بود. بله من دیدم. نباید این کارو میکرد. هر چی هم که بود نباید این کارو میکرد. آقا جون فوقش این بود که حقوقش کم بود. میومد به خود من میگفت من حقوقم کم، من حقوقشو زیاد میکردم. خب بنده خدا 10 بار که بهت گفت. ولی هر بار تو میگفتی نخیر، حقوقت زیادم هست. خب واقعا حقوقش هم زیاد هست دیگه. این دیگه چی میخواد تو این خونه؟ هم خونه مجانی داره، هم
داره حقوق میگیره از ما، واسه خودش یه پا رئیسه، ولی نباید دزدی میکرد. حالا ولش کن دیگه، تو نباید در مورد آدم اینقدر زود قضاوت کنی. سارا من زود قضاوت نمیکنم، من میگم که دزد طلا فروشی یک کلام خشایاره، همین. دست شما درد نکنه. دست درد نکنه باتوچ. اصلا کی فکرشی میکرد که این آقا خشایار دوز از آب در بیاد؟ هیچ کی فکرشو نمیکرد. ولی من فکرشو میکردم، میدونستم که دوز از آب در میاد، برای همین بود که این مرتب بهت میگفتم آقا غلام با این توپ بازی نکن، ممکنه اخلاقش رو تو اثر بذاره. این حرفا چیه میزنی مهتاج؟ من که تا حالا چیزی ازش ندیدم حقیقتش، از اون گذشته هنوز قطعی نشده که دزده. پس اون سکه از کجا آورده بود؟ وقتی از دستش افتاد زمین و اصلا نمیدونی چقدر ترسید، یه حالی بهش دست داد. بله، طبق شواهد موجود حق با خانم فرامرزیه، البته منطقه هم همینجوری حکم میکنه دیگه. خب شاید هم طفلکی احتیاج داشته. یعنی چه آخه؟ مگه هر کسی احتیاج داشت باید پاشو بره دزدی؟ اینقدر آدم ها هستن برای رفع احتیاجشون کار میکنن؟ اینجوری نمیشه که. اگه اینجوری باشه همه اونایی که احتیاج دارن را میفتن تو شهر دزدی، بعدش هم نوبت خونه من یا خونه شماست. آقا غلام نکنه خدایی نکرد. من پیشنهاد میکنم همین الان هیئت مدیره ساختمان جلسه فوری تشکیل بده. همین، تموم شد رفت. آقا جون من میگم حالا چرا این وقت شب جلسه رو اینجا تشکیل دادیم؟ میرفتیم تو خونه من. اجازه بدین شما یک لحظه به بنده اجازه بدین بنده توضیح میدم. بفرمایید. چیزی که الان معلومه اینه که یک دزد بسیار خطرناک متوجه هستین در این مجتمع داره زندگی میکنه. خب کافیه ما یک لحظه خونه ها رو خالی بذاریم، خب این دزد خطرناک حمله میکنه به خونه ها، دار و ندار ما رو برمی‌داره میبره. دقیقاً درست. خب الان جلسه رو اینجا تشکیل دادیم برای چی؟ برای اینکه مواظب خشایار باشیم. این دزد خطرناک، این دزد خطرناک خب مواظبش هستیم، یه وقت اگه بخواد جایی بره ما میبینیم جلوی چشم ما، بعد از اینجا رد شه بره. بله. آفرین دکتر، به تبریک میگم، مغزت خوب کار میکنه. خواهش میکنم. ببخشید حالا من میگم که اگر یه دفعه وسط جلسه ما اومد بیرون ما بگیم چیکار کنیم؟ اجازه بده. خیلی عادی نشستیم داریم با هم دیگه گپ میزنیم. عادی، اصلا شک نمیکنم. دکتر ببین نگاه کن، شما میگی که عادی باشیم، چجوری عادی باشیم وقتی ساعت 2:30 نصف شب ما نشستیم تو حیاط داریم جلسه گذاشتیم؟ تابلوه دیگه. چیز مهمی نیست که مادر جون، بهش میگیم که ما همسایه‌ها حوصله‌مون سر رفته بود، ساعت 2:30 نصف شب اومدیم تو حیاط نشستیم با هم دیگه گپ بزنیم. خیلی خوب آقا، به جای این حرفا تا بیدار نشده جلسه رو شروع. بله اجازه بدید خانم آقایون، بنده همین لحظه جلسه رو رسمی اعلام میکنم. ببینید چیزی که الان تقریبا مشخصه اینه که یک دزد بسیار خطرناک، تکرار میکنم، دزد بسیار خطرناک در این مجتمع داره زندگی میکنه. تقریبا چیه دکتر؟ دقیقاً این دیگه شکی نداریم که دقیقاً آقا خشایار دزده. بله بله، پس همه معتقدید که دزده. بنده گفتم اینجا بشینیم همفکری بکنیم، یک تصمیم مشترک بگیریم و اونم این هستش که مأمور بیاریم آقا دستگیرش کنه بره، خیالمون راحت بشه دیگه. بله من موافقم. چی رو موافقم خانم؟ آقا جون هنوز که ما مطمئن نشدیم اون دزده یا نه. آقا غلام این چه حرفیه میزنی؟ سکه جیبش جلو هممون افتاد زمین. بله. یعنی چی مطمئن نشدیم؟ بله تازه آقای مصطفی میدونست چند تا سکه دزدیده شده، میگفت 17 تا. اونو که من مطمئنم خالی بسته، مطمئنن 170 تا بوده، اینجوری گفته ما گیج بشیم. در آخر آقا من بله. با شما موافق نیستم. اولا باید مطمئن باشیم که اون دزد بوده یا نبوده. در ثانی اگه مطمئن شدیم که این کاری کرده، اون وقت تازه باید یه برخوردی باهاش بکنیم که خودش بفهمه اشتباه کرده، خودش باشه بره خودشو تحویل بده. آقای مصطفی اومد. خیلی خوب، چیزی نگید جلوش دیگه، چیزی نگید. عادی 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 عادی. بله بله. سلام خشایار عزیز. سلام خشایار، حال شما خوبه؟ خسته نباشین آقا خشایار، خسته نباشین. ولی چی خسته باشم؟ خوابیدم مگه خستگی داره؟
شما چه نخوابیدین؟ چیزه، ما حوصله‌مون سر رفت، خونه خوابمون نمیومد، گفتیم بشینیم دور هم دیگه یه گپی زده باشیم. همین بذار ببینم، ساعت 2:30 نصف شب مگه وقت گپ زدنه؟ بابا پاچی بری بخوابید، شما سر صدا میکنید من بذارید من بخوابم. آقا خشن، مگه صدای ما رو میشنیدین؟ دیدین که من گفتم شما بیگناهین، من اینکه گفتم بیگناه چی؟ هیچی، شما بفرمایید بخوابید، چیزی نیست آقای مصطفی، شما بفرمایید بخوابید. بله، الان همه چیز عادیه. نوش جونت داداش، هرچی گیرت اومده نوش جونت، های ما بخیریم. همون 173 سکر میگید. آقا خشایار، مگه شما با آقا غلام دوست نیستید؟ درسته؟ بله که دوست هستیم، خیلی هم دوستیم. بله این دلیل نشدش که من میخواستم ازت خواهش کنم که از اون کارایی که میکنی یا خونه ما رو ندیده بگیری. باور کن آقا خشایار، تو خونه ما چیز گرون قیمتی پیدا نمیشه مادر جون. اوناییم که تو خونه ماستا اصلا ارزش نداره. آره ببخشید ها، ما اصلا هیچ چیزی نداریم. نه دیگه، چهار تا تیر تخته داریم. ارزم حضورتون که البته در منزل ما هم چیزی گرون قیمت اصلا پیدا نمیشه. چرا دکتر؟ شما وضعت از ما که بهتره. چرا دیگه؟ اگه قرار باشه جایی هم بیان بیاد اونجا بمونه. سارق خطرناک نمیگه پیدا میشه. ببینم چی این پرت و پلا چیه دارید میگید؟ پچی بری بخوابید ببینم. پچی یلا پچی رو بخوابید. مگه نمیبینی آقا مصطفی میگه بریم بخوابیم؟ بلند شید سارو برید. آقایون شب بخیر. ولی من گفتم کار شما نیست. پچی رو بخوابید. پچی رو شد باشه، من خوابم میاد. بیا برید بابا، بودم و بعد از شما رو بخواب سر صدا میکنید و زدید من بخوابم. شب بخیر. اصلا من رو خود کردن و ایدیش سی میگیدم خودم میبینم اون گلدون نداره، نمیدونم من چیزی ندارم. این وقتی شای مزایات مردم شادم. آرون هستم به خصوص من سایدی مثل آرهنده آنتیبیوتیک ها ضرر داره. ببین اینجا هم نوشته سارا آنتیبیوتیک خوردن زیادیش برای بدن مضره، چون ضعیف میکنه بدن رو. به تنهایی ننجام درمان. چرا نمیری بخوابی؟ چون خوابم نمیاد، یعنی میترسم. تو چرا نمیری بخوابی؟ منم نمیترسم که، من نشستم دارم کتاب میخونم در مصارف داروهای. بهروز، اگه آقای مصطفی بیاد همه وسایلمون رو ببره چی کار کنی؟ بیا بابا، اون رفیق منه. کجا با تو رفیقه؟ با آقا غلام رفیقه. 100 دفعه بهت گفتم یه مقدار بیشتر با آقای مصطفی رفاقت کن. اگه تو هم شبا بلند میشدی میرفتی باش منچ بازی میکردی الان انقدر نگران نبودی. بابا جون، من حق گردن اون دارم، فولاد داره تو اون تعمیرگاه من کار میکنه. آها، به من که گیر نمیده. راست میگی، اصلا حواسم نبود. بهروز، هوای فولادو داشته باشی یا؟ دارم بابا هواشو، همین امروز. چی شد بگو. هیچ بابا، امروز عصبانی شدم از دستش، این پیت روغن زدم تو سرش. دستت درد نکنه، بیچاره شدی. حالا اگه فولاد به آقای مصطفی بگه همین امشب میان سر وقتمون. منم نگران کردی تو سارا. ببین این چوب دستی من کجاست؟ نمیدونم واسه چی میخوای. باید برم با غلام و دکتر صحبت کنم، دیگه ناامن ساختمون. باید از امشب دو نفر باز کشیک بدیم تا معلوم شه قضیه چیه. من میترسم. برو اون چوب من رو برد بیار. کجا گذاشت؟ شما چه چوب نیوردی؟ چوب برای چی؟ بابا زگاخت، معلومه دیگه، برای مقابله با دزد خطرناک. آقا بی خود به مردم تهمت نزنید، اون دفعه هم همتون شاهد بودید وقتی خشایار رفت سرایدار یه برج شد، اونجا هم به بنده خدا تهمت دزدی زدن، بعد معلوم شد که این گناهی نداشته، اونا اشتباه کردن. آقا غلام حرفایی میزنی ها،
خب دزدان بعد از یه جای شروع کنن، همه که همینجوری الکی دزد نمیشن که، از یه جای شروع کردن. خشایار هم از همینجا شروع کرده، بله. از همین کلا فروشیه. بله میگن تخم مرغ دزد شطور میدزده آخر. بله حرفا چی آقا بنده خدا رو؟ چرا اتاقش روشن شد؟ بیاد بیرون میزنم تو سرش. ببین میگم که چیزه، بریم از توی همین پنجره اتاقش نگاه کنیم ببینیم چی کار داری میکنه، چه معلوم میشه. خطرناک نباشه، بریم با من. بریم با من. بی چیزاییم که دزدیده دوست داره. زنگ بزنی پلیس بیاد. نه خیر آقا، پلیس چیه؟ شما اجازه بدید من برم باهاش حرف بزنم. کی میخوای بری باهاش صحبت کنی؟ همین الان میرم باهاش، همجور معمولی حرف میزنم، سر صحبت باز میکنم تا ببینم موضوع چیه. یه وقت بهت حمله میکنه. نه نترسید، من اگه رفتم تو شما پشت سر من بیه بهانه بیایید مواظب من باشید. بابا من آخه ساعت 3:30 شب. دکتر ساعت زیاد مهم نیست، این مسئله خیلی مهمتر از ساعت 3. آره بهروز راست میگه، ناراحت نباشید من میرم تو، فقط تابلو نشین. نه نه خیالتون جمع باشه، باید کاری بکنیم که نفهمه واسه چی رفتیم تو. باشه پس در بزن. باشه باشه. آقا این من معتقدم همین الان تلفن کنیم پلیس بیاد. نه آقای دکتر، من حالا حوصله روبرو شدن با این خلافکارا رو ندارم. مگه نهیدی چی گفت؟ گفت آقا جون یه بار دیگه در مورد این سکه حرف بزنیم با من طرفیم. ولش کن بابا. چرا ولش کنی؟ بهترین موقعیته. من دنبال دردسر نمیگردم دکتر. چه دردسری؟ دردسری نیست. میترسی؟ آره تلفن میکنی پلیس میاد میبرتش دیگه، دردسر نداره که، کاری نمیتونه بکنه. آقا جون من ترس اصلا تو مرامم نیست. هر چیه دکتر؟ من میگم درد سر میشه. درد سر چی آخه؟ تو بگو درد سر چی؟ خب دکتر جون این همه عمرش که تو زندان نمیمونه. درست. بعد یه عمری از زندان آزاد میشه، میاد اینجا سر وقت ما، بعد منم دیگه قات میزنم میزنم لتوپارش میکنم، وقت درد سر میشه دیگه. آقایون شلوغش نکنید، اصلا احتیاج نیست به پلیس اطلاع بدید. دو روز به من مهلت بدید، من یه کاری میکنم که خودش بیاد سکار تحویل بده، بره خودشو معرفی میکنه. همین دو روز، فقط دو روز به من مهلت بدید، حل قضیه. چرا شلوغش میکنید؟ بخونید. عطریه چاییه؟ آره عطری هم قاطی داره. سلام. بله. از این عطری ها دیگه نگیر، خودت گرفتی یا به من قور نزن. من دیرم شده باز دوباره. بهروز تو الان بری سر کار، خب تا
بعد از ظهر که برگردی من از ترس میمیرم. برای چی آخه؟ خب وقتی یه دوست تو خونه آدم هست آدم میترسه دیگه. میخوای بری پیش خانم فرمرزی؟ نه بابا، خونه رو که نمیشه تنها گذاشت. چیکار کنم؟ آقا غلام دو روز از ما مهلت گرفته، کاریش هم نمیشه که. باید فکر کنیم ببینیم چیکار میکنیم. بهروز، نمیشه تو دو روز نری سر کار؟ نه بابا، تا هم کارام میمونه. نرو دیگه. حتی فکر بعدی هم نیست، خیلی کار ندارم، دو روزم بگیرم تو خونه بخوابم. خیلی ممنون. کار نداره، الان میرم به فولاد میگم بره تعمیرگاه کاربرا رو ردیف کنه، من دو روز اینجا هستم، تو نترسی. خوبه؟ به خاطر تو دیگه. فولاد؟ آره دیگه، عجیبه. بهروز؟ اگه فولاد هم دست باباش باشه چی؟ تو نمیترسی تو تعمیرگاهت یه دزد باشه؟ بابا این جرأت ها نداره. سارا؟ بله. من موقعی که توی چاله تعمیرگاهم دارم مثلا روغن ماشین عوض میکنم، بعد اگه حواسم نباشه موقع با آچار چیز بزنه تو سرم، بعد صندوق خالی کنه چی؟ راست میگی یا؟ خدا نکنه. اینا به هر حال یه موقع اگه همدست باباش باشه هر کاری ازش برمیاد. چیکار کنم به نظرت؟ همین الان برو بیرونش کن. نه بابا، اخراجش کنم. آره برو بیرونش کن. بدو. مسئولیتش با تو. برو دیگه، خطرناکه. برم اخراجش کنم. برو. رفتم. کیه؟ آقا بروز شمایی؟ بفرما. یه تو آقا بروز با اجازه. بفرما. شب بخیر آقا خشه. قربون تو، شب بخیر. یا ببخش آقا بروز در اینجا در هم پر همه. خواهش میکنم. فولاد خوابش میومد، گفتم برو سر جای من بخواب. یه دو دقیقه بشین، کارت دارم. الو بزنم یه چایی برد بیارم. نه دست در نکنه، چایی صبونه حاضر کنم. نه حاضر صبونه، میرم خونه میخوره. بفرمایید. بشین آقا. نه. این همدست تو بیدارش کن. همدستم کیه؟ آخشر، ما رو دیگه نمیخواد رنگ کنی، همدست تو بیدار کن. اینو اولادو. اولاد؟ اولاد؟ بله. باشه بیا آقا بریم، چی کارت داره؟ هنو زود نیست، میخوای بریم ترمیگاه. سلام آقا بریم، صبح خیلی خوبی. اولاد جون، از امروز دیگه لازم نیست شما بیای تعمیرگاه، تعمیرگاه شاگرد نمیخواد داداش. چطور مگه؟ همین آقا جون، دیگه تا حالا شاگرد داشت تعمیرگاه، از این به بعد دیگه شاگرد نمیخوام داداشون. نمیخواد بیای تعمیرگاه، بفرمایید. دیگه راحت بگی بخواب. شما که همه راضی بودی که. آقا جون راضی بودم که بودم، الان راضی نیستم، شاگردم نمیخوام، نمیخوام بیای تعمیرگاه دیگه. همین. برو یه کار دیگه پیدا. زوری نیست که، زوری نیست، شاگرد نمیخوام. امروز تصمیم گرفتم دیگه شاگرد نداشته باشم. باشه، زوری نیست. نمیام، وقتی میخوای نمیام دیگه. میرم یه کار دیگه پیدا میکنم. آره راست میگه فولاد. حمیدی راست میگه. فولاد تا زمانی که کار پیدا نشد هر چی پول دلش بخواد من بهش میدم. آره دیگه، بابات هم که پولدار شده، معلوم نیست این پولا از کجا اومده. بعد ایشون بهتون پول میدن دیگه، لازم نیست بیای تعمیرگاه. تمام داداش، تمام. باشه، فولاد اصلا نمیاد تعمیرگاه. فهمیدی؟ هیچ وقت نمیاد تعمیرگاه. بعدش هم من هرچی پول بخواد بهش میدم. خب بده. حالا که بیرونش کردی، فهمیدی؟ یه ولایی سرت بیارم آقا بهروز. خودت رو حس بکنی. پاشو بره بیرون از اون خونه. پاشو بره دیگه با اصاب سرچوبی اصاب رو خورد نکن. برای ما بده اینجا آدم اخراج میکنه. تو میگ
کردی با چی طرفی؟ بچه ببینم خدا توی خونه چه خبره؟ باز نقاطی کردن از شرطش اصلا فرار کرد پولاد رفت یه ساعت دیگه میاد آشتی میکنم میگم چی شده پولاد؟ من نمیدونم چی شده یه دفعه قاطی میکنی بعدای شره چیزی که فرابون کاره تموم شد چی شد؟ بیرونش کردم دیگه دو دقیقه بهش گفتم که از فردا حق نداری بیای سر کار تعمیرگاه شاگرد نمیخواد داداش حل شد خب بعد چی گفت دیگه؟ هیچی افتاد به پام گفت آقا بهروز نوکرتم چاکرتم تو رو خدا بذار من بیام سر کار گفتم بارو کنار ببینم نمیخواد از فردا بیای سر کار 500,000 تومانم دادم بهش گفتم دیگه نمیخوام قیافتو ببینم چی؟ 500,000 تومن بهش دادی؟ آره بابا بهروز بهروز بچه 500,000 تومن بدم به اون برای چی آخه؟ خیلی خب درست حرف بزن ببینم چی گفت فولاد که چیزی نگفت گفت باشه نمیام و اینا من میتونه حرفی بزنم اخراجش کردم خب ولی باباش گفت بعدن تلافی میکنم گفتم برو بابا تو هم گفت تلافی میکنم؟ بیچاره شدیم از این دوستا هر کاری بگی برمیاد حالا چیکار کنی؟ چیکار کنیم الان؟ نه بابا کار نمیخواد بکنه که چرا؟ چیکار کنیم از این دوستا هر کاری بگی برمیاد پاشو بریم کجا بریم؟ نمیدونم سارا بله این خشایره کلن یه خور قاطیه اگه یه موقع یه بلایی سر من بیاد چی؟ بابا تو چه پیشنهادای بی خودی میدی؟ من برم اخراجش کنم حالا نترس خودتو کنترل کن اگه پس بردم با چوب از پشت بزن تو سر من چی؟ بهروز همین الان برو استخدامش کن برو بابا تکلیف ما رو روشن کن سارا اول میگی برو اخراجش کن حالا میگی برو استخدام تو میخوای از الان اون تصمیم بعدی تو بگی من انجام بدم نه الان برو استخدامش کن دیگه پاشو برو پاشو برو خطرناکه اصلا منو خورد کردی یه لقمه صبحونه گلوی ما درست حسابی نرف کنی میترسم چی کار کنم برو استخدامش کن برو تصمیم آخرته آره دیگه آره مطمئنی برو چای من عوض کن دیگه این نوشابه شد بدو کیه؟ دیگه چی کار داری تو؟ برو بیرو نهی تو آقا شایان جون من یه دقیقه کارت دارم بگم تو نهی بابا برو من مهمون نمیخوام به جون مادرم یه دقیقه آقا شایان من نوکردم کیه چی کار داری؟ یه تو ببینم چی کار داری؟ کیه؟ آقا شایان من بشی من نوکرتم من شوخی کردم آقا خشو شما چرا دست من ناراحت میشی من اگه فولاد نیاد تعمیرگاه من اصلا در تعمیرگاه رو تخته خب اگه با هم دیگه شوخی داریم پسر اون دیگه اونجا نمیاد کار بکنه من برای خودم براش کار پیدا میکنم آقا خشو با حقوق زیاد آقا خشو من نوکرتم فولاد هر کاری کنی نمیاد فولاد پاشو پسر بله بسر تو هنوز نرفتی سر کار که ما یه شوخی کردیم جکریم ما اصلا بدون شاگردمون مغازه نمیریم نمیشه آقا برز وصیتش من به شما کارم خیلی علاقه دارم ولی بابام راست میگه قبول نمی کنیم حرمت ها شکستش دیگه حرمت شکون دیگه نمیان بابا این چه حرفیه من اصلا مغازه رو میبندم اگه تو نه فولاد من نوکرتم نه دیگه ببین آقا برز حتما یه چیزی بوده که شما دست من ناراحتی دیگه من هم اصلا سرد شدم اینجوری بهتر اگه نگه به این سراغ یه شاگرد دیگه بعد دو دنگش پس کنی و بیاد نه فولا جون من از دستت راضیم این چه حرفیه اصلا من اصلا به خاطر اینکه این حسن نیتم ثابت بشه از این ما 20,000 تومان میذارم رو حقوقت خوبه؟ خوبه یه دیگه
باشه بیا سر کار. بلند شو لباس تو بوش برو سر کار. آخشه چیزه الان دیگه چیز نمی کنی؟ از من انتقام نمی گیری دیگه؟ نه نه حالا ببینم چی کار می کنم دیگه. حالا پشو برو تو پشو. پس فولاد جون بلند شو برو تعمیرگاه، کسی نیست. خب پشو برو. الان استخدامش کردم و دیگه اخراج نیست. ۲۰۰۰۰۰ تومن ایزم حقوق شده. آره آره اصلا تعمیرگاه من بدون آقا فولاد تعمیرگاه نیست که. شکرت آقا آپاراتیه بدون فولاد. نه آقا شاید شما میاد ۲۰۰۰۰۰ تومن زیاد کن میاد. باشه چشم اوه فولاد همیدی فولاد پشو برو پشو برو به کارت بچست پسر. همیدی چیزی که فرابون نیستش کاره پسر. برو بچست سر زار تومن اگه بذاری رو حقوقم نمیرم. کلاس هم میاد پایین بابا. چی؟ بچه برو ما از تمام کار زندگیمون دست برداشتیم، فقط هر روز نشستیم جلسه تشکیل میدیم. خب خانم این جلسه لازمه، واجبه. ببینید امروز سارا نذاشته من برم سر کارم تعمیرگاه، بعد منم مجبور شدم فولاد رو فرستادم تعمیرگاه، همینجوری دست اون سپردم تعمیرگاه رو. نمیشه که هر روز اینجوری زندگی کرد، باید یه فکری کرد آقا غلام. نه آقا جون من مطمئنم که اگه برم دو تا کلم باش حرف بزنم پشیمون بشه و زود بره خودشو تسلیم. نه بابا جون خطرناکه آقا غلام، این الان یهود قاطی میکنه میزنه آدمو میکشه. این قضیه اصلا همین قضیه صحبت کردن خطر جانی داره، من میگم این کارو اصلا نکنی. به هر حال من میگم هر کسی غیر باهاش صحبت بکنه باید خیلی غیر مستقیم بره باهاش صحبت بکنه. خب من میرم غیر مستقیم باهاش حرف میزنم. نه اونطوری فایده ای نداره آقا غلام، چون با تو رو درواسی نداره، ممکنه از حرفهای تو عصبانی بشه، یه دفعه بیفته تو جونه تو رو کتک بزنه. بله ولی با من رو درواسی داره، خیلی هم به من احترام میذاره. اگه من برم باهاش صحبت کنم خیلی بهتره، قبول میکنه حرفای منو. نه خدمتش خانم، من نمیذارم بری باهاش حرف بزنی. بله شما هم حق دارین دیگه خانمتون. آقا غلام تو نگران نباش، من میرم باهاش هم غیر مستقیم صحبت میکنم، هم از لحاظ روانشناسی بایش میدونم چی کار کنم. خانم فرامرزی مگه شما روانشناسی بلدین؟ خب بله. حالا ببین من میرم بایش صحبت میکنم، ببین چی کار میکنم. قول بهتون میدم 2 دقیقه دیگه خودشو معرفی کنه. به حال خانم خیلی مواظب خودتون باشین. مطمئن باشید، نگران نباشید. خب حالا من برم بایش صحبت کنم دیگه. خیلی مواظب باشید خانم. خیلی مواظبم. نگران نباشید. خدا میتونم چی کارش کنم. یا الله موفق باشید خانم. دکتر شما که عصبانی میشید، من وقتی ایشون میگن من میگم موافقم، آیه غلام خان میگن من میگم موافقم، یعنی میخوام یه جوری باشه که همه بدونیم این فکری که هست فکر هممونه. باید به هر حال یه جوری نباید باشه که جان با همه که نباید موافق. خب عزیزم من وقتی میگم شما نباید جلوی ایشون، من دارم میگم بس کن دیگه آقا، قاطی میکنم ها. تو خونه خدا آدم زایی مرد خودش ما رو تایید کردم بابا. از این حبیه رو ندارید؟ چشم بند حبیه جان. آقا خشایار گلا خیلی خوب شده، همه زنده و سرها خیلی خوب شده، دست در نکنه. خیلی ممنون خانم فرامرزی. راستی آقا خشایار، من میخواستم غیر مستقیم یه چیزی رو با تو در میون بذارم. بفرمایید خانم فرامرزی، بفرمایید. آقا خشایار من میخواستم بگم از لحاظ روانشناسی حالا که شما دزدی کردید بهتره که خودت بری مادر جون خودت به پلیس معرفی کنی، جرمت کم میشه. اصلا میشه به من بگی که چطوری شده که یه دفعه رفتی دوست شدی؟ چی خانم فرامرزی؟
مادر جون منظورم اینه که آخه چطوری شده یه دفعه رفتی دوست شدی؟ سرکو ببینم خانم فرامزی، این حرفا رو شما شوخی میکنی یا داری جدی میگی؟ نه مادر جون، من دارم جدی با تو حرف میزنم، با تو که شوخی ندارم که. میخواستم ببینم غیر مستقیم به من بگی چجوری شده که یه دفعه دوست از آب در اومدی؟ به جام آقا بهروز چیکار داری میکنی؟ گویا فشارشون افتاده. لطفا یه ذره آرومتر داد بزنید. آقا زود باش، بهروز زود باش. داد نزنید دیگه، آب قند چی شد؟ بابا من چیکار کنم؟ قند نداری؟ قند خب اینجا هست، یه کلام به من بگین شما. آقا لطفا یه ذره آرومتر داد بزنید. من کی داد زدم خانم؟ خانم فرامرزی اون قندو به من بدید. قندونو به من بدید. محتاج. حالا وقت قند ندارنه. خانم برای خود شماست. محتاج الان خوب نیست. بهتری؟ آره بهتر. چقدر بهت گفتم نرو پایین. دستش یخ کرده. حرف گوش نمی کنه که. الان خوب میشی. بیا این هندونه بده بهش. هندونه آخه به چه دردش میخوره آقای عزیز؟ هندونه به چه دردش میخوره؟ بله همین آبقند بند بیا بده. هول نشیم فقط، هول نشیم. هول نشیم فقط. هول نشیم. آقا اینجور موقع باید آقا حالش بده. خیلی خوب زود باش. آرامش خودتون حفظ کنید. من خانم فرمزی اگه کمی قند هست آقا من خواهش میکنم هول نشید. یه فرارون تر داد بزنیم بسه آقا. آب قند گفتن شربت قند نگفتن که داد نزنیم. ساکت باشید بفرمی خانم فرمزی. صد بار گفتم بی خودی نباید بریم دکتر. نخور اگه بخوریم خوب میشین الان. ساکت ساکت بهتری؟ بهترم خدا رو شد. من هم میگم که بخورم آب قند بخور. آب قند بخور. بفهم این خشایر خطریه. من میگم نه بهتر شدیم. آره یکم بهتر شدم. آخش بیایم بازم آب قند بخوریم بهتر شیم. دست درنکنه شیرین هست؟ خوبه مهمادر شد. دو کیلو قند ریخته این تو دکتر. خوبه. این خشایار اصلا دیوونه شده. من کاری نکردم. من اینطور رفتم نشستم. داشتم باهاش حرف میزدم. یواش یواش میخواستم حالیش کنم که جریان چیه. یک دفعه عصبانی شد. وای هم چه عصبانی شد. اگه من ازش معذرت خواهی نکرده بودم آه. اون بیلچه رو نیست؟ هم تو کوبیده بود تو مخم. آخه بابا من میگم ولش کنین این خشایار رو، این الان قات زده، بی خودی نباید بریم باش صحبت کنیم. وقتی یه آدمی اینجوریه اصلا آقا من قبلش گفتم نریم دیگه. آقا اجازه بدین من میگم باید خیلی مواظب باشیم، خیلی بله. باید مراقبش باشیم، خیلی خطرناک شده. من میگم چطور اصلا مأمور بیاریم. نخور دکتر. آقا قندت میره بالا. دو ساعت داریم آقا، من یه هفته باید بشینم قند خورد کنم. عزیز من با چایی بخور ولی دیگه قند خود. به هر حال اوضاع بسیار ناامنیه، خطرناک، خشایار باید خیلی مواظبت بکنیم. بله تا میتونیم باید از دوروبرش کنار باشیم. بله آقا غلام، اصلا ما باید رابطمون رو با خشایار کم کنیم تا میتونیم کمتر برخورد داشته باشیم. بله. باش بله. من میگم که حالا اگه دفعه اومد دم در خونه درزد چی کار کنیم؟ نمیکنیم. بله کیه؟ تو که سقط سیاه نبود که. باز نمی کنم. باز در باز کن. منم خشایار. اگه خانم فرامرزی باش قاطی کرده به من چه؟ من میگم که اگه تو در باز نکنی خیلی بد میشه که آخه اون میدونه که تو الان تو خونه هستی. بعد خطرناکتره. ممکنه به اون حمله کنه. تو پاشو برو در رو باز کن. من که کم نمیارم. من میگم با خانم شما جر و بسته شده. شما الان برو اصلا قاطی هم بکن باش. من چرا برم آقا؟ اون تو رو میخواد. در خونه تو رو داری میزنی. من برم واسه چی؟ بله آقا یه پیشنهادی دارم دکتر. چیز کن. شما باز منطقی داری؟ این آدمی هستی که برای حرفتو میشنوه. برو در رو بکن ببین چی میگه. بروز جان من دندونم درد میکنه الان شدیدن. نمیتونی بری؟ نمیری؟
برو حالا میزنی در میشونه. برو من که هم نمیرم. من گفتم که هر کی به خیلی خوب برو برو ما حالا الان میان برو دیگه آقا. لااقل اگر مشکل پیش اومد من داد زدم بیاین دم در. خیلی خوب شما برو ما مواظب خدایش کم نیاری. منم به هر حال مرد این خونم سارا. خیلی خوب برو دارم قاطی میکنم. برو مواظب باشی. برو خب یکی میرفت کمکش دیگه. من بهشون گفتم شما این کارو نکردی. نه اتفاقا تمام کارا رو خودم کردم. کار چیو؟ کارای شب امشب دیگه. قضیه امشب چیه؟ آخه تولد فولاد امشب. شما همه امشب مهمون من هستی شام. دیگه وضعت خوب شده داری هی مهمونی میدی دیگه. آه بابا آخه تولد چه سال یه بار بیشتر نمیشه که. میگم آقا خشایار ما نمیخواد بیام خونه شما. جام نمیشیم تو. جام نمیشیم تو حیات میگیریم. اصلا هیچ دعوتی نیست. بعدش هم گفتم که همه کارا رو خودم کردم. تو برو به همه بگو بیاد. بگی برو آقا شد. میگم اگه بقیه هم میان من و سارا نیان. نه بابا جان تو هم بیا. سارا هم بگو بیاد. خب سارا بیاد من نیام. من بیام تو خونه. تو چه یکی بدا با هم میکنی. بیایی تو هم بیا. سارا بیا. همه باید بیاد. برو بگو بیاد. بابا دیگه میخوام مزاحمت بشم. حالی که میشه حرف میزنی یاد. دوباره بگو دیگه. الان میگم من نزم تو اون مخت داری. الان به همه میگم. من حتما مزاحمتون میشه. نه چه درد نخوره. بس من منتظرم. باشه. رفتن به این تولد خطرناکه. ممکن یک بلایی سر ما بیاره. بله آقا من پیشنهاد دارم. پیشنهاد میکنم همین الان لباس بپوشم برم مأمور بردارم بیارم تموم میشه میره پیکارش. آقای دکتر این الان اشتباهه. ببینید باید حساب شده عمل کنیم. خشایار الان تو حیاته. شما بری 100% تعقیبت میکنه. میاد بفهمه داری میری کلانتری سری در میره. میدونی چی میگم؟ من میگم که یه راه حل خوب الان فکر کردم. ببینید ما شب که برای جشن تولد فولاد تو حیات دعوتیم همه بریم. خب شما اون موقع برو سری تا ما سرش گرم میکنیم برو مأمور بردار کلانتری بیا دستگیرش. آفرین این بهترین راهه. موافقم. خیلی بهتره. من با همین موافقم. آقا این داره کاری میکنه من دوباره قاطی بکنم. اینو بذار زمین. آقا مرز خند میگیری. چرا بس دست نمیزدی شما؟ بله بابا نوکرت بابا خیلی شرمندم کردی. دست در نکن. ای بابا پس اینو ببینید چی میگه فولاد. چیو؟ یا بابا شکست همینی؟ بابا دست تلاش در فولاد. نکن تلاش همینی. 4 ماه حقوقمو صرفه‌جویی کردم تا تونستم اینو برات بخرم فولاد. آره جونه تو صرفه‌جویی کردی. بابا دست در نکن. قربونت برم. من اصلا راضی به زحمت نبودم به خدا. گفتی هدیه برام خریدی دیگه. بابا این چی بود؟ بابا آقا مصطفی چیکار کرده؟ افتخارش کف بزنید. اینو فردا میفروشم. یه جفت دستکش توپ میگیرم این کره ایا. کی؟ دستکش بوکس. بابا شکر بده بابا. خیلی من شکر بده خواستم. چرا خب برای من؟ اصلا من اینو بهت دادم که چی؟ ذره ذره پول جمع کنی. واسه خودت پسنداز کنی. برای همین چکه برات خریدم. باشه نیگرش میدارم. خب دست درد نکنم. آخه تازه فولاد ببخشید آقا بروز. تازه میدونی چی شد؟ چکه از دلیخم افتاد از جیبم افتاد. من ترسیدم فکر کردم که فهمیدی که مالی تولدته.
نه من ندیدم سکه از جیبت افتاد. آخشه بقیهش کجاست؟ مگه بازم خریدی؟ بقیه چی؟ بقیه سکه ها. چی میشید بابا شما دلتون خوش ها؟ من یه سکه هم به زور خریدم. آها مبارکه. دکتر اومده. سلام دکتر. دیر بیام. سلام دکتر. جشن تولد فولاد نبودی؟ دکتر مامورا کجا؟ جناب مصطفی میتونم خواهش کنم شما و فولاد یه لحظه تشریف ببرید حرف بچه چی؟ شما تشریف ببرید تا بعد میگم خدمت جریان چی؟ تشریف ببرید فهمیدم فولاد یه بریم فولاد میگی چی؟ اینا میخوان یه چیزی برات بخرن نمیخوان تو الان بفهمید میخوان برای تو چیز سوزریز بشه بابا شم باشه ببریم نمون میکنم بابا باشه بیا بابا راضی به زحمت نیستیم دستون درد نکنه فعلا با اجازه با اجازه دکتر مامورا پوشه درم مامور چی آقا جان مامور چی بگیرم ببرم کدومه یه دست شما به من اجازه بدین آخه بنده واقعا که از خودم خجالت میکشم واقعا از خودم شرمندم آخه برای چی ما خیلی زود قضاوت کردیم دوز طلا دستگیر شده همه طلا رو هم پس داده خب خدا رو شکر خدا رو شکر من از اولش هم میگفتم این خشایار مثل گل پاکه بله شما همینجوری میایین بهش تهمت میزنین آخه به جون خودم درست نیست این کار ما البته یه عذرخواهی بهش بده کاریم خود من که اصلا بدهکار هست ببینید آقایون خشایار اصلا نمیدونه که ما راجع به اون اینجوری فکر میکردیم خب حقم داره الان هم نباید بهش چیزی بگیم متوجه شدین؟ بله بله سه شد دکتر خیلی اشتباه کردیم شما موافق هستین که ازش بعد عذرخواهی بشه حتما؟ بله 100% درصد خودم هم موافقم الان تقریبا این کارو میکنم فقط یه جوری نشه که بفهمه ما اینقدر نه نه مطمئن باشید جناب مصطفی خشایار خان اگه ممکنه یه لحظه تشریف بیارید آقا فولاد هم بیام خشی جون فولاد جانم دکتر یه لحظه اجازه تولد مبارک خواهش میکنم عرضم حضورتون که جناب مصطفی چی خریدی؟ تولدت مبارک بنده من نمایندگی از طرف بقیه افراد ساختمون دارم صحبت میکنم ما همگی یک عذرخواهی خیلی بزرگ به شما بدهکاریم و ضمناً این که بهتون بگیم خیلی آقا خیلی دوستتون داریم آقا خشایار ما شرمنده ایم فولاد جون تولدت مبارک تولدت مبارک آقا به افتخار خشایار و فولاد بلاخره نمیخوای بدونیم ما واسه چی به تو یه عذرخواهی بده کاری؟ نه نمیخوام ولی اگه دوست دارید قولم شش دور من و شما همه حقوق من رو زیاد کنید که من این سکه ای که خریدم برای فولاد کلی قرض گرفتم بفرم آقا جه بخور دهنت شیرین کن زیاد کنی چش زیاد کن آقا زیاد کن حتما آقا اونشو زیاد کن بفرم آقا جلسه ماه آینده اصلا این مسئله رو قرار بدم دوتا بینی چیه من برای خرید سکه بابا کن کلی قرض گرفتم آقا این این حرفا رو ولش کن بفتخار تولد آقا فولاد همینطور پدر مهربانش آقای مصطفی آقا مصطفی یه دهن برای اون بخون یه دیگه تموم شه قضیه یه دهن بخون بخون آقا مصطفی